میفرستم خدمتتون. حضورتون عرض ادب میکنم هموطنان عزیز و ارجمندان. اوضاع و احوال جهان را که مورد بررسی قرار میدهید، به این فکر فرو میروید که به واقع چه روی داده است در جهان. عراق را ببینید. آیا هنگامی که صدام حسین بود، به اینکه دیکتاتور بود نبود، شرایطش چه بود، کل مملکت را در نظر میگیریم، آیا هر روز 500 نفر 600 نفر در انفجارهای گوناگون کشته میشدن؟ آیا ناگهان یک گروهی سوار بر وانتبار میامدن نصف مملکت را اشغال میکردند؟ آیا هواپیماهای صدام حسین برای اینکه با این گروهی که حمله کرده اند مبارزه کند، هواپیماها رو میفرستاد و شهرهای عراق را بمباران میکرد؟ یک بار بر سر کردهای عراقی بمب ریخت و هنوز که هنوزه مورد لعن و نفرید است، در حالی که در آن زمان و در آن روزگار اگر خاطرم درست یاری کند، 5000 زن و بچه بیگناه کرد در این راه قربانی شدند، در راه خودخواهی های آقای صدام حسین، که این خودخواهی هاش را از نظر خودش در چارچوب یک پارچگی عراق باست. اینک نگاه کنید عراق چه خبر است. بروید آنورتر، کمی دورتر، به لیبی بروید. از زمانی که قذافی را کشتند تا این لحظه‌ای که من دارم خدمت شما صحبت می‌کنم، یک قانون در آنجا حکمفرما نیست. هر طایفه افریقایی در آنجا قوانین خود را اجرا می‌کند. یک دولت معتبر که حرفش را ملت بخوانند در آنجا وجود ندارد. همینطور جنگ و جدال روزانه است که ادامه دارد. حالا برویم سراغ سوریه که آمریکا نتوانست در آنجا تغییراتی به وجود آورد به سادگی، چرا که روس‌ها ایستاده بودند. آیا این زندگی است که مردم سوریه دارند؟ هر گوشه سوریه یک جنگی، یک جدالی، یک بساطی. و بیایید به کشور خودمان. اینها را گفتم و کوتاه کردم برای اینکه برسیم به سرزمین خودمان. زمان زیادی نگذشته است، 35-6 سال، بارها گفتم در عمر ملت ها به سان یک چشم به هم زدن است. واقعا وجدانن، انصافن، اخلاقن، شرافتن، ما 37 سال پیش در چه شرایطی بودیم؟ یک ملت سربلند در دنیا، ملتی که وقتی رهبرش به هر کجایی که سفر میکرد، روزنامه ها در مورد تاریخ ایران زمین مینوشتن. بسیاری از رؤسای جمهور کشورهای بزرگ مثل فرانسه از رهبر ایران وقت ملاقات میخواستن و مسائلی از این دست و قبیل در سطح جهانی، در داخل کشور، امنیت، رفاه، آزادی، اصلا نوعی سکولاریسم برقرار بود در آنجا. هر کسی در راه خودش بود، کسی را با کسی کاری نبود. غذای مجانی برای بچه های مدرسه، تحصیل مجانی از دبستان تا دانشگاه برای بچه ها. ما را چه می شد؟ چه اتفاقی پیش آمد که ناگهان ما همه شدیم مسلمان ها؟ همه ما دلمون برای قوانین اسلامی 1400 سال پیش لک زد. همه را افتادیم به اینکه چهره خمینی دجال را در کره ماه ببینیم. چه پیش آمد؟ آیا این اراده خود مردم ایران بود؟ آیا مردم ایران قبل از اینکه خمینی برود به پاریس، مردم ایران اساساً می دانستن خمینی کیست؟ این را به کرات گفتم که در آن زمان حتی روزنامه نویسان ماجراهای سال 42 رو، خرداد 42 رو، که اولین در واقع نافرمانی اجتماعی
خمینی بود از یاد برده بودن، اصلا کسی عکس خمینی رو هم ندیده بود. پس این ملت ایران نبود برخلاف آنچه که میگویند و تکرار میکنند. و نمیدونم چرا بعد از این همه سال دست از این حرف قلابی بر نمیدارن. البته عده ای از کسانی که در انقلاب بودن امروز اظهار پشیمانی میکنن، امروز اعلام میکنن که ما اشتباه کردیم، امروز اعلام میکنن که نه، نظام گذشته آنچنان که ما میگفتیم نبود. حالا وضعیت ما رو ببینید. 105% مردم ایران بیکارند. 2 میلیون آدمی که کار میکرد اینا کار خودش رو از دست داده است. حالا دنبال چی هستیم؟ هنوز مباحث روزنامه هامون، مباحث مردم، گفتگوهای مردم در مورد این است که این اتم حق ماست یا حق ما نیست. حق یه ملتی بیش از هر چیز امنیت است، داشتن قوانین اجتماعی قرص و محکم است. قوانینی که یک وکیل مدافع را بابت اینکه از یک متهمی دفاع کرده است نبرن زندان و در زندان شکنجهش ندهند که تو چرا از یه متهمی دفاع کرده ای. حق مسلم ما آزادی سخن گفتن است. حق مسلم ما این است که به اندازه یک زندگی معمولی مرفه باشیم، درآمد داشته باشیم، کار داشته باشیم. حق ما این است که بچه های ما بتوانند بروند مدرسه و تحصیل کنند، نه اینکه تبدیل شوند به بچه های کار از فقر و گرسنگی، از اینکه پول ندارن پول شهریه بدهند. بروند بچه انقدری که نمیتواند 2 آجر را بلند کند، 20 آجر رو هم دیگر بچینند تو دست این بچه بفرستنش بنایی. پس بنابراین از ما بوده است اشتباه، اما اراده از ما نبوده است. نشستن برای ما نقشه کشیدن، برای ایران ما برنامه ریزی کردن. چه کسانی؟ بیرون درواسی بگویم، همین آمریکا، همین انگلستان، همین فرانسه، همه اینها نشستن و گفتند ایران به اندازه کفایت پیشرفت کرده است. الان زمان ویرانگری است. زمان آن است که تاکنون هر چی ساخته شده است ویران کنیم. چرا ویران کنیم؟ برای اینکه بتوانیم اسلحه بفروشیم، بتوانیم نفت را مفت و مجانی ببریم. چند روز پیش خدمتتون گفتم قطر کلاً چه میزان جمعیت دارد؟ کل خاک قطر چه اندازه است که 13 میلیارد دلار اسلحه از آمریکا خریداری میکنند؟ عربستان سعودی میخواد کجا را فتح کند که همین گونه تمام تکنولوژی مدرن جنگی را خریداری میکند؟ اما به زنهای عربستان اجازه رانندگی نمیدهند، چون قوانین قوانین اسلامی است. چون میگوین اسلام چنین حکم است 1400 سال پیش. هدفم این است که به شما هموطنان عزیزم اندیشه خودم را بازگو کنم، نه اینکه نسخه بپیچم، نه اینکه به قول شما در این سوی جهان نشستم در ساحل امن، ساحل امنی که نمیخواهم بگویم، اما بسیاری از دست‌اندرکاران برنامه ها وضعیتی بهتر از وضعیت مردم در داخل کشور ندارند به لحاظ اقتصادی، چون از این کار پول در نمی آید. اندیشه من این است که مادام که خودتان اراده نکنید نمی توانید بر این حکومت ضحاکیان پیروز شوید.
مردم جهان، سیاستمداران جهان، آنها که پشت پرده همه این برنامه ها رو پیاده میکنن، به شما نگاه میکنن، میگویند آقا اگر اینها که صاحبان مملکت هستن راضین به این شرایط و ما هم که چپاول میتونیم بکنیم، برای چی برویم به ترکیب این حکومت دست بزنیم؟ کمان که در سال 88 با اون همه جماعتی که شما تو خیابان ریختید، با اون همه کشتاری که شدین، حتی آقای اوباما یک اظهار همدردی با شما نکرد. یک شب CNN و یک دو تا تلویزیون دیگر بخشی از تظاهرات شما رو نشون داد و ناگهان ناپدید شد، انگار نه انگار که خبری هست. و نگاه کنید به امروز، شرایط اسرائیل، شرایط غزه، شرایط مصر و شرایط همه جا و نقاط دیگر جهان. ببینید همواره آنجاهایی که یک دولت حکومت قانونی داشتند مثل اسرائیل، اینها توانستند برای مردم خودشان کار کنند، و جاهایی مثل نوار غزه که یک حکومتی آمده است از دل خود فلسطینی ها در آمده است و فلسطین را دو قسمت کرده است و برنامهش در این است که از آشوب طلبیدن بتواند خود را ماندگار کند. این با مردم هر منطقه است که بتوانند خود را از شرایط موجود نجات دهند. و از همه مهمتر ملت ایرانن، یک ملت باهوش، یک ملتی باهوش تاریخی، یک ملتی با همه امکانات خدادادی. نباید زیر بار این ظلم و ستم امروزی روند به بهانه اینکه یک روزخانی جانشین امام زمان است در روزگاران ما. امیدوارم که این حرفا بتواند اندکی، فقط اندکی، شما را حداقل به فکر فرو ببرد و در مورد وضعتون در دیروز و امروز اندکی اندکی فقط فکر کنید. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر بسپارم. بدرود.